فرق زیادی میبره که اینها رو تولید کنند. نظر شما چیست جناب رحیمی عزیز؟ یک مسائل اعمال تحریم هایی که از طریق آمریکا در قبال آنچه که یعنی از نظر تروریستی بوده، از گروگانگیری که از سال 1979-80 شروع شد تا به الان، تحریم های حد اکثری که در دوران ترامپ ما شاهدش بودیم، راه هایی رو پیدا کردند که من در اندیشکده پارسی یهود با یکایی که کارشناسانی که هست به 20 مورد برخوردیم. از طریق 20 مورد اینها می آمدن و تحریم های اقتصادی رو دور می‌زنن. یکی از این راه‌ها به هر حال بیت کوین هستش که به چه گونه به هر حال میتونه با قطعی برق همراه باشه، میتونه افرادی رو که وارد این جریان شدن رو مبرا بکنه از آنچه که در حال حاضر تحریم‌های اقتصادی و شرکت‌های سوری که ایجاد کردن در یکایک کشورها، حالا به نام اسلامی، به نام من نامش رو نمیخوام ببرم، که ایجاد کردن. یکایک شرکت ها سعی بر این دارن که از این طریق بتونن، حالا قاچاق سوخت باشه از ایران از طریق سوختبران به اون ور مرز و غیره تمام، یا اینکه کشتی های نفت رو بیارن ببرن ونزوئلا، در مقابلش طلا بگیرن، یا اینکه سوچی رو وسط معامله که دارن داره سوخت میبره بیان خاموش بکنن و 10 نفر از ملوانان بیان زنده زنده بسوزن. تمام اینها راهی هست برای رسیدن، یعنی که هدف وسیله رو میاد توجیه میکنه. هدف آنچه از پشتیبانی از تروریسم هستش و اسلامگرایان و اسلامیون هست و از طرف دیگه به حساب بیت المال مردمان ایران که در حال حاضر در سختی، در مهنت، در دوران کرونا حتی واکسینه همه نشدند و معلومه صدها هزار نفر در حال حاضر کشته شدند که آماری رو در دست نداریم. آنچه که امت اسلامی از نظر اینا هدف اصلی هستش و اصلا ملتی برای اینها نبوده و ایرانگرایی برای اینها نبوده رو ما با عینیت داریم میبینیم و یکی از این مسائل بیت کوین که از این طریق میتونن پولی رو به دست بیارن بدون اینکه هیچ گونه مالیاتی، یعنی در قالب بپردازن، همینطور که آستان قدس رضوی میلیاردها میلیارد دلار در حال حاضر درآمد داره، گذشت از خود سید علی خامنه‌ای که میلیاردها میلیارد دلار از طریق بنیاد مستضعفین و غیره به دست گذاشتن روی درآمد ملی و فروش نفت، که خود احمدی نژاد میگه ما اصلا هیچ کاره هستیم، یعنی تا این اندازه همه در دست خودشون هست رو، یعنی مردم ایران رو به بازی گرفتن و سر کار گذاشتن و صدای مردمی که فقط میتونه از یکایک رسانه های غیر وابسته که جمهوری اسلامی سعی داره از این طریق تاثیرگذاری بر رسانه عمومی و بین‌المللی داشته باشه و یک مظلوم نمایی بکنه، از این طریق رو بتونن افشاگری بکنن.